تصمیممو گرفتم. فقط منتظر تو هم. اگه موافقت کنی یه بچه بی سرپرست رو میاریم و بزرگش میکنیم. بهش فکر کن. شما خودتون کم بودین، هادیرم بردین آتش نشانی؟ من؟ خاله من که خودم از بچگی دوست داشتم آتش نشانشم. بفهم. صاحب کن میرم. یعنی بابات تو بدبختی تو تاثیر نداشته؟ بدبختی چیه مهرابی؟ خب بالاخره شد. بله منم همین میخوام بگم. میخوام بگم بی تاثیر نبوده. نه خیر. بله من شغلم راضیم. چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ چیزی نیست، از بچه آتش نشانی هم کنه اذیت کنم. گفتم شاید نیلوفره. زشته تلفن خواهرزاده منو جواب ندی. از خالت نمیترسی؟ مادرت میگه برات خواستگار پیدا شده. با چرا سرت تو پایین میندازی؟ خلاف شرع که نیست آقا جون. دختر داری همینه دیگه. اون تو من میگم زوده، الان تو هنوز درست تموم نشده، زوده که بری تو دل یه زندگی. آخه آقا جون این چه حرفی شما میزنی بابا؟ این شغل منه. نه علیرضا، شغل تو زنده به گور شدن تا یه چای تاریک نیست. خانواده تو بیشتر از یه قرنه که بازاری هن. ما هممون بزاز به دنیا میای، نه آتش نشان. من اگه میتونستم یه خاکی تو سر وامونده خودم میریختم. من بگذرم بچه هام از خونه باباش نمیذارن. برو دختر جون، برو عزیز من، برو. خانم تو رو خدا، شما یه جوری صحبت میکنین انگار برادر من عمدن شوهر شما رو کشته. خدا داداش محسنم داره تو زندون دیوونه میشه. خانم شبانی کنیزیتون رو میکنم، به دست و پاتون میافتم. تو رو هر وقت خاکم و خدا بیامرز رضایت بدی. این کارا چی میکنی عزیز من؟ نکن این کارا رو. یه دقیقه به تو بیا، به تو کارت دارم. کلا اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ دیگه آقا نیماست دیگه. دمت گرم. بی نظیره. زمینش جون میده واسه من. 10 کیلومتر از این ور. یه چیزی نزدیک 7-8 کیلومتر از این طرف. هیچ کی دور و برمون نیست. خودمونیم و خودمون. کفش هم کوبیده شده. یه چی میخوای؟ بی نظیره. پسر تو نابغه ای. فقط بعد هر جوری شده وسط راه بندازی. راه بندازیم. بزن. من نمیدونم تو با این بیخیالی چجوری میخوای تشکیل زندگی بدی. من بهت میگم پاشو برو بابام راضی کن. رفتی اونجا نشستی باش گلف بازی کردی، باشم دست از پا درازتر. اصلا انگار نه انگار. مشکل اینجاست که بابای شما بنده رو کلن ریز میبینه. ورداشته تراول به من داده، میگه برو واسه طرف یه هدیه توپ بخر. اصلا من چی میگم؟ اون چی میگه؟ من با این کارا کاری ندارم. تنها چیزی که ازت میخوام اینه که عین یه مرد من از بابام خواستگاری کنی. اول به رضایت خودشو جلب کنی، بعدش هم بهش بگی با بابا و مامان میام خواستگاری. همین، تموم شد رفت. بله بله حتما. چشم. خب کی؟ دیگه حالا هر وقت پیش بیاد دیگه. ای بابا، حالا بشینیم ببینیم کی پیش میاد. چقدر گیر میدی نیلوفر. تو مثل اینکه اصلا حساسیت موضوع رو درک نکردی. من نمیدونم تو با این کمرویی چجوری آتش نشان شدی. چه ربطی داره؟ ما میریم تو عملیات آتش خاموش میکنیم، زن نمیگیریم که. فقط بلدی حاضر جوابی کنی. خواستگاری کردن بلد نیستی که. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست همگیتون درد نکنه، انشالله اجرتون با امام حسین. الهی خدا هیچ مسلمونی رو گرفتار زندان و کلانتری نکنه. دست شما هم درد نکنه حاج خانم. عطیه جان
باشه. عطیه جان دو تا از اون کاسه ها رو مادر بیار. بیا دخترم، بیا که ایشالله خوشبخت شی. بیا عروس گلم، پیش خدا دست دم. اینا رو ببر برای ملوک خانوم، او یکی هم بده به عروسش. باش راستی آج خانم این قابلما چیه؟ اینا مال کارگرای این کوچه بغلیه. آره. خانم صاحب با قبرون دستت اینا رو پرملات بریزی. چشم حتما قبول باشه. نرو خانم قربون دستت، بیا اینا رو بریز معلومی. مارو خانم میگم حاج خانم ببخشیدا جانه، اگه صلاح بدونین اجازه بدین این هفته شب جمعه به اتفاق حسین آقایتون که پا بیایم خدمتتون. چشم، اجازه بدین من با حاج آقا مشورت کنم، حتما بهتون خبر میدم. هی بابا یک ماه میخوایم به ما خبر بدین. چه کار کنم، هر چی به حاجی میگم میگه زوده باید درسشو تموم کنه. پسر منم مهندسه، درس خونده، اصلا این چیزها رو میفهمه. بیاد خونه شوهرش درسشو تموم کنه که چیزی نمیشه. چشم، شما اجازه بده من با حاج آقا مشورت کنم. هجور سلام، حتما بهتون خبر. من منتظر تماستونم. چشم، چش به راه نذاریم، قربونتون برم. مارخ جان بیا 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 بیا. خوبه از همونجا شیش شد بشم، برو جلو، برو جلو. سکوی پرش اینجا میزنم، 15 تا اتوبوس خوشگلم میچینم بعدش. چی میشه پسر؟ رابط اتوبوس هاست. الو دایر بلادر چی شد؟ اونها هاش اومد. سلام دایی. دایی سلام. سلام دایی، چش بود؟ چیزی شده؟ چیه مادر من؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ داییت رفته خونه شوهر خواهر محسن خیری. خب نمیدونم مادر، نمیدونم چی بگم. نمیدونم نداره مادر من، لابد رفته اونجا اونام ننه من غریبم داره بودن رضایت ما رو بگیرن. غیر از اینه دایی تحقیق کرده میگه واقعا ندارن پول دیه رو بدن. همچی حرف میزنید انگار ما واسه شون کیسه دوختین. تازشم کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. آدم بی پول غلط میکنه پشت ماشین بدون بیمه بشینه. نشسته چشمش کور دندش نر تونشو بده. عباس. بله مادر. میگم داییت میگه راضی به عروسی تو ازم نیست. چی؟ خب میگه تا حالا فکر میکردم عباس مثل خودمه ولی حالا میبینم که. منظورش چیه؟ داییت میگه نمیتونم دخترمو به کسی بدم که حرف زور میزنه. مدارها و بدنه طراحی شده. طبق محاسباتی که ما انجام دادیم حدود 3 ماه وقت لازم داریم که این ربات رو بسازیم. 3 ماه زیاده کامیون. میفهمم. تمام سعیمونو میکنیم که این زمان به حداقل برسه. خوبه. خیلی پیچیده است. ولی مهمترین مزیتش اینه که 63% از قطعاتش توسط شرکت‌های دیگه ساخته میشه. همین زمان طراحی و تولیدش رو 48% کاهش میده. خیلی خوبه. فقط میمونه تست بعضی از قطعات حرکتی که باید توی یک آزمایشگاه تخصصی و حرفه‌ای مثل آزمایشگاه پژوهشکده نیرو صورت بگیره. خوب شد گفتی. باشه خودم همانگیاشو انجام میدم. فقط بچه ها حواستون به زمان باشه. تو هم یه طرح توجیهی در مورد علل نیاز سازمان به یه همچین رباتی تنظیم کن که هم مهندس شجاعی ببینه همون بتونی برای تولیدش توجیه اقتصادی داشته باشه. بچه ها خسته نباشیم، دستون درد نکنیم. خب بگو ببینم در مورد ایستگاه نیروهای ویژه چیکار کردی؟ همزمان به چند تا
تا فناوری جدید و کارآمد فکر از جمله سنسورهای لایف و دوربینایی که قراره روی کلاه گروه ویژه تعبیه بشه و همچنین بهره‌گیری آنلاین از تجربیات آتش‌نشانان دنیا در کنترل بحران‌های داخلی. آفرین کامیار، همینجوری ادامه بده. به هر حال این امکانات داره مراحل مطالعاتش رو می‌گذرونه، بستگی داره به زمان و بودجه که سازمان به این امر اختصاص بده. ببین مهندس، این طرح برای من مهندس شجاعی خیلی حیاتیه. ناچاریم از این مرحله با موفقیت و سرعت عبور کنیم. پشتوانی‌های لازم با من، تخصص و کارم با شما. پس دیگه سفارش نکنم کامیار. چشم. موفق باشیم. شما بود چجوری هست؟ مرسی، خاکش عالیه، عین او چسب میمونه، غیر ممکنه موقع پایین اومدن سار بخوره. ببین خوبه، ولی بعد به فکر نشدنش هم باشیم. اتفاق دیگه اومدیم و دفعه آخر باشه تو کار من نمیاری. من از رو همه اتوبوسا میپرم و رکورد آسیا رو جابجا میکنم. عین آبو خوردم. روشنه؟ آره، ولی من فقط نگرانم همین. فردا این موقع اسمت تو تمام آسیا پیچیده. داوود فردا به اورژانس زنگ بزن یا آمبولانس اینجا باشه؟ نه آقا لازم نیست، هیچ اتفاقی نمیافته. چی لازم نیست آبو جون؟ یه آمبولانس میخواد بیاد یه گوشه وایسه، کاری هم هیچ کی نداره. ایما جان به این سادگی نیست. باید درخواست داد. مجوز از فدراسیون میخواد، اجازه نیروی انتظامی میخواد. بس که شما دلتون میخواد همه چیزو به هم بزنید. ای بابا. مامان. مامان. بله. اینجایی؟ پاشو پاشو، میخوام کمکت کنم با هم شام درست کنیم. شام؟ بعد چه خبره؟ چه خبره؟ مگه خاله فرشته اینا شب نمیان اینجا؟ خب خاله اینا بیا. مثل همیشه زنگ میزنیم از بیرون شام. نه دیگه پاشو، خاله فرشته اصلا غذای بیرون دوست نداره. خاله فرشته دوست نداره یا پسر خاله هادی؟ خب منو سادگی را بردی ها. ببین میتونی میونه من و خواهرام به هم بزنیم؟ مامان. الو، ای پس شما ها کجایی؟ صد دفعه زنگ زدم رفت رو انسری. چی؟ مینبوس شوخیت گرفته؟ مرد حسابه مگه بد مگه خانوازیه؟ خب آقا 15 اتوبوس میخوام، 15 اتوبوس گنده میشنم سید؟ میخوای همه مسخرم کنن؟ بابا کرایه‌شو میدم. آره ست فردا ساعت ده اینجا باشم. 15 تا دمت گرم، میبینم مسخره. خوب ازش خطار نخواستم. چی شد حالا؟ قرار شد بیاره؟ آره، فردا 15 تا اتوبوس اینجاست. داوود جون، چرا لجبازی میکنی؟ رکورد آسیا 12 تا اتوبوسه. تو اگه روز 13 داشتن بپری رکوردو زدی. دادا، شما سرتون نمیشه. از روز 13 تا بپرم که فردا که پدش از روز 14 تا بپره. میدونی چی داداش؟ من نمیخوام رکورد بزنم. من میخوام رکورد آسیا رو بتره کنم. افتاد. ایمان.
حالا ویلش کن اینا رو. تو اصلا عادت کردی هر 6 ماه یه بار باید اینا رو عوض کنی. من میگم رنگش خوبه. چرتاب هم هست. نه اصلا به درد نمیخوره. خسته کردم. جهت اطلاع عرض میکنم اونی که کلا شبیه حیوانات اسبه، حیوان نجیبیه. تازگی هندوستان بودی؟ خب آره، ولی بالاخره درست دخترم نگاه کنم بهترین ها دارم. چه؟ زمان فکر کردنتو نگه میداری آقای کاسپاروف؟ نه منصر مهمونا. مهمونات؟ مگه جز ما مهمونم داری؟ چقدر حرف میزنی؟ داریم شطرنج بازی میکنیم. کیش پیره مرد اونجا دورش خط کشیدم. حالا این چجوری خونده میشه؟ فنگ شوی. فنگ شوی یعنی چی؟ بسی سوام مایه های قالی شوی و این چیزا. واه قالی؟ قالی شوی کدومه؟ فنگ شوی یعنی که هر مبلی رو بر اساس انرژی چجوری بچین. این دیگه کلاس رفتن نمیخواد. چرا نمیخواد؟ وقتی کلاس بری میفهمی که هر مبلی رو باید بر اساس انرژیش کجا بچینی. مثلا اون مبل رو نگاه کن، انرژیش مثبته. گذاشتم رو برون دیوار که انرژیش منفیه. انرژی مثبت اون در منفی این و خونسا. حالا خاله یه مقدار به صورت خلاصه توضیح داد. فنگ شوی یعنی که از لحاظ علمی با استفاده از احساسی که اشیاء دارن بتونه یه هارمونی یا یه هماهنگی بشه. والا من یه عمر خون و زندگیمو بر اساس سلیقه خودم و خانواده‌ام چیدم. همیشه هم انرژی خونم مثبت بوده، شکر خدا. واقعا؟ والا اگه انرژی خونت مثبت بود که پسرت رو نمی‌فرستیدی دنبال کار آتش نشانی، حداقل یه شغل دیگه انتخاب می‌کرد. بری دنبال حادثه و انفجار و زخم و از اینجور چیزا. اینا تأثیرات انرژی منفیه دیگه. ربطی داره پنج؟ شما صحبت میکنی من میرم کمک نیلوفر. خب ربطی داره دیگه. آخه چجوری این بچه این حرفی میزنه یعنی چی؟ خب آره تو یه چیزی رو تو کیش؟ ومات سب کن ببینم از کجا آمدی؟ چه اومده من دست میزنی؟ بسید سر جاش مکلاتو بکن. این اینجا بود، از اینجا حرکت میکنی. من اینجا کیش دادم؟ چه جر میزنی؟ اینا مات عنایت زدم تو برجکت. تیر تخت جمع کنم برو بر خودم. شانس بله. موضوع تیر تخت جمع کردن نیست. موضوع که تو بدونی شیر رو حالا که میفهمم. این موقع درجه حرارت بدن میره بالا. میخوای بریم بیرون تو حیات یه هوای تازه کنیم؟ آره بد نیست. آره چند تا درس جدید هست، به خصوص درس پنجه و آخری. این معمولا با گامی وزیر شروع میکنه. اینجوری وزیر میکنه؟ آره گامبی وزیر که شد تو میپذیری. وقتی پذیرفتی فیل سیاه رو میاری تو خونه چشم. معمولا فیل هشت و فیشر با اسب جواب میداد، همون که کلش شبیه ایواناته. اینقدر دانش شطرنج تو به روخم نکش نایی. یه دفعه ازم بردی ها. ببینم درجه حالت اومد باید. ببینم این قضیه مهمونا چی بود؟ عمدن بهت نگفتم که بهونه نیاری به امشب اینجا. میخوام با یکی آشنا بشی، به خصوص با پسرش، هم خودت هم هادی جان. چطور مگه؟ عجله نکن میفهمی. یه پیشنهاد دارم. این رفیق ما هم شطرنجش خیلی خوبه. چطور اصلا یه کاپ بخریم بچه دیگر هم خبر کنیم یه دور مسابقه بزنیم؟ اگه خواستیم بازی کنیم بیار بیرون همینجا هوای باز. آره در جهتم مسکی اومدم. سلام خوش آمدید. بفرمایید. خانم بفرمایید. خوبی هستم. سلام. اول شما. سلام. این پیرمرد که می‌بینید با جناق بنده آقای عنایت. ایشون هم آقای مهندس اشراقی دوست و همکار بنده. آریا پسر بزرگ خانواده که تازه از کانادا اومده یه 6 ماهه داریم با هم دیگه کار می‌کنیم. اون مشتبه تفریه کیش بود که راجبش باید صحبت کردم. طراحیش کار ایشونه. مثل نیلوفر برام عزیزه. بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید. چی شد؟ سلام.
پس معتقدی که یه ساحل مستقل برای مجموعه لازمه؟ حتما. چون بستر جزیره مرجانیه و آبم کاملا شفافه، به راحتی میشه با یه سری وسایل ساده جاذبه توریستی فوق‌العاده ای تو اونجا ایجاد کرد. مثل یه تونل شیشه‌ای که توریستا بیان زیرا پیاده روی کنن. فکرشو بکنی؟ من محاسبه کردم هزینه‌اش از یه شهربازی تکراری به مراتب کمتره، اما متفاوته. حتی میتونیم وسط تونل یه رستوران و کافی شاپ هم بزنیم. آفرین، من کاملا موافقم. از این نظر تو چیه؟ خوبه، فقط باید بررسی بشه. آریا بررسی کرده، توجیه اقتصادی هم که داره. بررسی بیشتر یعنی برنامه‌ریزی برای ساخت. اگه همونطوری که آریا میگه، من موافقم. بسیار خوب، پس همه موافقید. تصویب شد. یک موضوع مهم لطفاً توجه کنید. مناسبت مهمانی امشب، اول آشنایی خانواده عنایت با خانواده آقای اشراقی بود، دوم اینکه من و عظیم بعد از بررسی‌های بسیار و تا یک پلتفرم مناسب به این نتیجه رسیدیم که نامزدی دخترم نیلوفر رو با آقای آریا اعلام کنیم. صبح بخیر مادر. خب حالا دنیا با آخر نرسیده که. چی؟ دنیا که با آخر نرسیده مادر. نیرابی از قبل برنامه‌ریزی کرده بود ما رو سنگ رو یخ کنه. هم به اون بی‌احترامی کرد، هم به شخصیتمون توهین کرد، هم به غرورمون توهین کرد. مهرابی رو نمی‌شناسی؟ عادت داره به جای زن و بچه‌اش تصمیم بگیره. اصلا دخترشه، اختیاردارشه، صلاح دیده بدتش به پسر شریکش. تو چی میگی؟ اصلا بهتر که داد به کسی دیگه. منم مثلا برخورد مهرابیه، مثل که شما مادر منی ها. صبونت. سلام. هادیه، لازم نیست جواب بدی. یعنی چه؟ خب شاید کار مهمی داره زنگ میزنه. اگر کسی با ما کار داشته باشه به خونه زنگ میزنه، نه اتاق. من باید جواب بدم که چی بشه؟ یه مش اراجیف بشنوی؟ حرفای علیکی و صدمن یغاز؟ اصلا ازتون توقع نداشتم پدر. مگه عهد درشکست که بدون رضایت من واسم شوهر پیدا کردین؟ نکنه رو دستتون موندم. گوش کن نیلوفر، تو تنها بچه منی، میفهمی یعنی چی؟ یعنی این که من تمام عمر سعی کردم تو بهترین ها رو داشته باشی، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین لباس، بهترین مدرسه، بهترین دانشگاه، بهترین محیط برای زندگی. نه، من اجازه نمیدم با 4 تا اسمس عاشقانه و یه مشارکات قهرمانی و
رابین هود بازی توی آتش گولت بزنن. مرد زندگی تو آریاست، اونه که خوشبختت میکنه. عشق و عاشقی را هم فراموش کن، من خودم برات کلی کتاب و فیلم عاشقانه میگیرم که سرگرم میشی. اما زندگی واقعی یه چیز دیگه است. اونقدر پیچیده است این زندگی که پیشبینی فردا محاله. آدم از یه لحظه دیگه زندگیش هم خبر نداره. پس منطقی باش. مرد زندگی تو آریاست. من و عظیم تصمیمونو گرفتیم تا 2 سال دیگه از ایران خارج میشیم، بعد همه با هم میریم کانادا، خانواده ما و خانواده آریا. من یه عمر سعی کردم تو منطقی فکر کنی که یه همچه لحظه بتونی تصمیم درستی بگیری. بهتر درست تصمیم بگیری نیلوفر. من و پدرت تا آخر عمرت نمیتونیم اینجا تو رو بپاییم تا اشتباه نکنیم. بشین. گزارش کارشناسی علتیابی پژوهشکده اومده. کارشناس علت سقوط آسانسور رو از جا کنده شدن قرقره تشخیص داده. سینی با این حساب من دیگه خوشبختانه نه. اینجا چیزی راجع به خطای انسانی ذکر نشده. باشه برو یه چایی تازه دم درست کن، شیرنی هم مهمون من. چشم. خیلی چکری. سلام. سلام. خوبی؟ من خوبم، تو چطوری؟ منم بد نیستم. اتفاقی افتاده که این موقع روز زنگ زدی؟ اتفاق؟ نه نمیدونم باستش. نه اتفاقی نیفتده. مجید تو حالت خوبه؟ نگران نشو، مشکلی نیست. زنگ زدم صدا تو بشنم. حالا دیگه مطمئن شدم اتفاقی افتاده که تو ساعت کاریت مثل دوران نامزدیمون زنگ زدی فقط صدامو بشنوی. یعنی دوران نامزدی مرد بهتری بودم؟ نه شایدم من زن بهتری بودم. خب حالا تو بیشتر از این نگران نشدم، بگو ببینم چی شده. چی شده که نتونستی صبر کنی شیفت کاری تمام بشه و صبح بیای برام بگی؟ ها میخواستم ببینم راجع به اون موضوع تصمیم گرفتی. کدوم موضوع؟ آوردن بچه. شک نکن، ولی خب چرا تلفنی صبر میکردی؟ صبح که میمدی خونه دمودش صحبت میکردی. راستش من خیلی فکر کردم. خب تصمیم خیلی بزرگیه. نمیدونم از احتش بر بیان یا نه. من آمادگیشو دارم، مطمئنم تو هم میتونی. فرمایی رو که به همدادی آوردم اینجا. اه بردیشون ایستگاه؟ آره شاید چون عادت کردم تصمیمای بزرگ رو اینجا بگیرم. خب پرش کردم. پس تصمیم بزرگ رو گرفتی. فردا صبح میارمشون خونه، یه نگاهی بهش بندازه چیزی از قلم نیفتاده باشه. ممنون. حالا باید سعی کنم تا صبح خوابم ببره. کاری نداری؟ نه منتظرتم. خداحافظ. خداحافظ. آقا شما بالاخره به ما میگی چند چندیم؟ فعلا یه توبیخی عبیخی گوشم گذشته. خب رئیس میخواد شیرینی. خب
داداش من برم پس بچه ها رو استاد کنم دیگه. نه نه نه، یه شلوغ نکن، ببینیم چیکار داریم. حسین حاجیه. اوه اوه داداش من برم، شاید دیگه ندیدم. سلام حاجی. سلام. پس این استعفا چی شد؟ استعفا هنوز هیچی. چطور مگه؟ یعنی چی چی؟ یعنی هنوز کاری نکردم دیگه آقا جون. کاری نکردی یعنی چی؟ تمومش کن دیگه. چرا قرار شد؟ ولی من راستش اصلا فکرمو کردم، دیدم نمیتونم استعفا بدم. تو آتش نشانی نمیری، همین. شرمندم آقا جون، این یه موردو نمیتونم. من شغلمو دوست دارم، چیکار کنم؟ پس بین خانواده تو آتش نشانی یکی رو انتخاب کن. حسن آقا جون اینا هیچ ربطی. تمام، من دیگه حرفی ندارم. حالا که تو نمیتونی واسه خودت تصمیم بگیری، من برات تصمیم میگیرم. الو آقا جون. آقا جون کنار اینو بابا. چند تا سینا؟ 11 تا. مگه من نگفتم 15 تا؟ سید 11 تا بیشتر نتونسته هماهنگ کنه. شما فقط میخوان آبرو منو ببرین. خیلی خب بابا، چرا شلوغش میکنی؟ فرقش 4 تا اتوبوسی که اونم اون وسط وسط خالی میذارم. بهت بگم 15 تا اشتباسا. باز تو دخالت کردی. 15 تا. نه که کمتر نه که بیشتر. باشه بابا، حلکی قاطی نکن. خدا هم وسط درش. بارک الله. چی درستش میکنی؟ ها؟ حاجی بابا. ببین هر چی دلت میخواد بگو، فقط 36 متر حتما فراموش نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز به یاری خدا میخوام از روی 15 تا اتوبوس یعنی 36 متر با موتور بپرم. 36 متر! هر رکورد آسیا رو بشکنم. امیدوارم که بتونم. من داوود امامی هستم، بابای غزاله امامی. دخترم، من به عشق تو میخوام این کارو بکنم. خیلی دوستت دارم بابا. Yeah.
در چهار مورد حادثه یا موتور سوار بوده که قصد داشته به صورت نمایشی از چند تا اتوبوس بفره که متاسفانه با یکی از اتوبوس ها برخورد کرده. آقای این موتورش خربت کنی خسته نماشید ببین وضعیت هم آقا همینجا خربت کنی هرانده از 258 آقا این آمبولانس چی شد؟ اورژانس تا دقایق دیگه به شما ملحق خواهد شد. ممنونم. شیشار ازش شده کن سریع زود باش زود باش. آقا بکنم این میلیل یه هفت ایسان تو فرو رفته تو پهلوش من بباریمش. آقا نبزش میزنه ولی کلاش به خاطر ضربه دفرمه شده در نمیاد. عزف شان قیچی شارژی و تسبیح پارچه ای رو سریع برسون به ما. نبردمونم یادت نره. بگو بچه ها سریع بیارن. برو عقب بذار کارمون انجام بده. شدیده سریعتر باید منتقل بشه. کلاش هم گیر کرده در نمیاد. کار خودته. با بابایی توی آمبولانس کلاش انجام بده. آروم بیارش پایین. بگیرش بالا دست برو. برید عقب. برید عقب بزنی کارمونو. بیا رنگو بیار تلفاش. بیا. چرخون اینو بچرخون. بیا آروم آروم پایین. آروم آروم بیا پایین. آروم آروم آروم. سر حساب دیگه نه باش باش بشه بشه کنه باشه 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 باشه